ابراهیم اصغرزاده گفته پزشکی ها نه اسب زین شده بلکه خر تحویل گرفته، اونم لنگش، و گفته میراث این دولت یه خر لنگ با 1500 هزار میلیارد تومان تعهد و اوراق قرضه و 600 هزار میلیارد تومان کسری بودجه است و ناترازی در تولید برق و گازه. ابی حالا من کار ندارم، ابرام اصغرزاده حالا چه از چه خر دیگه تحویل گرفته دیگه. اگه میدونست خر لنگه چرا تحویل گرفت؟ حالا که دیگه تحویل گرفته دیگه بس نداریم. تازه خر کارایش از اسب بیشتره به جان خود. اسب خیلی چوسیه، فقط باید سوارش بشی چکم چکم، ولی خر کاریه به جان خود. یعنی اگه آدمش باشه از این خر میتونه کار بکشه، اسب نه، فقط دکور عوضی. خر خوب. محمد صالحی مال انجمن پسته گفته با عرض صادراتی پسته میرن خودرو وارد میکنن. خب محمد به ما چه؟ محمد ما بیگناهی. محمد ما نه پستت خوردیم نه با عرضت سوار خودروی شدیم به جان خودم، پس نیاز نیست به ما بگی. به اونی بگو که با عرضت رفته خودرو وارد کرده به جان خودم. آره محمد بازم تو یه پسته داری صادر میکنی، آره یه پولی دستت میاد، ما او پسته هم نمیتونیم بخوریم. اونی که صادر میکنی آ چه پسته میکنیم؟ اینایی که خندون نیستن، اینا که بحثه که با پت که باید بشکنیش، اونم لالوی کلی نقل و ای چیزا و ای نخدا و ای کشمش و تعمهاش اونو پیدا میکنیم. آره محمد ما چوب دو سر آنه. ما علاوه بر خیلی از چیزهایی که میگن علیکی مسئولین، این آماری هم که میدن علیکی گویی بعضی هاشون. مصطفی رجبی مشهدی گفته فقط مصرف برق کولرهای ما هم مصرف برق کل مصر بیشتره. یعنی موسی این آمار تو از کجا داره بوده؟ موسی مصر تو اوج گرماست، تو آفریقاست، بعد مصرف برق ما اونا بیشتره. موسی ای از او آمارایی که میدید که برق ما از کل دنیا بیشتره، بعد تحتوش در اومد که ما خیلی هم کم مصرف میکنیم. حتی کشورهای اروپایی که هوا و خونه که همه چی اوکیه، برق مصرفیشون بعضیاشون اما بیشتره. کشورهای همسایه که هیچ قطر اینا. موسی خواهشن ای آمار علیکی ندید. حتی ترکیه هم مصرف برقش از ما بیشتره. موسی اینجوری میخواد به ما عذاب وجدان بدید؟ نمیگیریم عذاب وجدان، چون چیکار کنم تو گرم. آدم بعضی موقع یه چیزایی میبینه که به ایرانی بودنش افتخار میکنه. نه شوخی کردم، استثنا این دفعه افتخار نکنید. سنگاپور دارای قوی ترین پاسپورت دنیاست. بله به جواب، یعنی این شخص سنگاپوری میره فرودگاه فقط با همون پاسپورتش بدون ویزا، فقط با یه مد میتونه به 195 تا کشور پرواز کنه بره. مال ما چند پاسپورتمون 94، تازه پاسپورت نیجریه، سودان جنوبی، اتیوپی هم مال ما قوی تره. با یه مهر به چند تا کشور میتونیم بریم؟ 43 تا. ولی عجیب خدا که زیادن. ما نهایتش 7-8 تا کشور داداشی داشته باشه همسایه با یه ونزوئلا، اینا نهایتش 10-12 تا. این 43 تا کیان که با یه مهر میتونیم بریم؟ وسوسه شدن. لیست بدید لاغل بریم یکیشونو همهشون، یعنی بعد بخیر 43 تا داداشی عجیب و والا داشته باشیم با یه مهر. مهدی امینی مال شرکت صنعتی کاشمر گفته ما اینجا 6 ماه سال کمبود گاز داریم، 6 ماهش هم برق، و به همین خاطر باعث بروز مشکلاتی شده، تعطیلی و کاهش و تولیدی حرفا. مهدی نزنی حرفا به جان خودم. بابا این دولت یکی از افتخاراتش اینه که میگه ما به خودکفایی رسیدیم و میگه ما اصلا تعطیلی قطعی کمبود نداریم و مثل دولت گذشته خدا رو شکر برق رو قطع نمی کنیم. تو این حرف رو میزنی نقص کردی حرفشون رو به جان خودم. اینو به عنوان دستاوردشون گذاشتن و هی میزنن تو سرمون، میگن دولت عمو حسن روحانی همش تابستونا قطع میکرد برق رو، ما قطع نمی کنیم. تو اینو میگی؟ بله. و مهدی امینی شانس بودی ما کلن 4 تا فصل 12 دو فصل دیگه اضافه میشد یه 6 ماه هم بخواد کم بوده.
شریعت مداری مال روزنامه کیهان گفته اکثر شورای راهبردی دولت پزشکیان فاسد، محکوم امنیتی و مدافع همجنس بازی هستند. فاسد هستند، محکوم امنیتی هم هستند و مدافع همجنس بازی هستند. حالا فاسد و محکوم امنیتیش من نمیدونم، ولی این مدافع همجنس بازی از کجا تو میدونی؟ ولی به نظر اشتباه میکنی. والا ما تا اونجایی که همجنس بازی دیدیم، لواط دیدیم، مال دولت پزشکی ها نیستن. او چیزی که ما دیدیم، حالا اگه غیر او چند تا کیس هست دیگه من نمیدونم مدافعشون، ولی او چیزی که ما دیدیم متاسفانه مال دولت پزشکی ها نیستن. او مالکی هم من نمیدونم مالکی هم، ولی مال پزشکی. تو کشور ما طرح‌ها سه مرحله‌ایه: یک اجرا میشه، دو بعضی ها حمایت میکنن، سه گردن نمیگیرن. هیچ کی گردنش نمیگیره. همین جریان فیلترینگ، اول اجرا شد، دو بعضی ها گفتن آفرین، حالا هیچ کی گردنش نمیگیره. و علیرضا سلیمی نماینده مجلس گفته مگه این فیلترینگ رو مجلس انجام داد که میگید ورش داره؟ ما انجام نه. بهش گفتن کی بوده؟ من نمیدونم، ولی ما انجامش ندادیم. تو ما بین کارهامون نبود، تو بین دستاوردهامون نبود این فیلترینگ. بله قلبا ازش راضی هستیم، ولی ما انجامش ندادیم. هر کی انجامش داده به رفعش کنم. مال ما نبود. مال مجلس چی بود؟ مال مجلس قشنگ دیگه خیلی چیزا بود. آره توش سخت دیگه، ته ای طلاق ها افتاد گردن این موبایل و این اینستاگرام. بدبخت با چی جون اینستاگرام میخواد دیگه؟ چه بلایی میخوای سرش بیاری؟ نیم چی کارش که فیلترش که درده؟ یعنی هیچی اندازه این اینستاگرام تو کشور ما مورد حمله قرار نگرفت، بازم ولکنش نیستید. حالا از کجا فهمید مقصر اینستاگرامه؟ آه تحقیق کردید، زن و شوهری که بیش از حد سرشون تو اینستاگرامه، طلاقشون آمارش بیشتره. یعنی بیکاری، تورم، شرایط سخت اقتصادی، اینا مهم نیست تو طلاق، فقط اینستاگرام. یعنی اینستاگرام از بیکاری بیشتره واسه طلاق. پس علیکی میگن بیکاری و معیشت اینا همش به خاطر اینستاگرامه. اینستاگرام بره زندگی رو پایدارتر میشه. حتی تعدادی از اصولگراها از پزشکیان خواستن که دولت فراجنایی تشکیل بده و بهش گفتن از مخالف اصولگرا هم استفاده کن تو دولتت. عزیزان اصولگرا، حالا من کار به این حرفا ندارم. شما که میگید فراجنایی، آیا دولت محبوبتون همین دولت گذشته اصولگرا فراجنایی بود؟ اما مخالفش استفاده کرد؟ خیر، نه تنها استفاده نکرد اما مخالفش، بلکه اونی هم که با مخالفش سلام علیک کرده بود، از جفتشون رد شده بود، بهش کار نداد، چه برسه از اونها استفاده کند. بعد میگه استفاده کرد. عزیزانم، او تعداد آدمهایی که به پزشکیان رأی دادن، اگه میخواستن امثال شما سر کار باشید که به شما رأی میدادن، به پزشکیان رأی دادن، به پزشکیان رأی دادن که شما نباشید، از ترس شما بود. بله، یعنی 20-30% این مشارکت از ترس شما بود. بعد میگید بله، چی فکر کرد؟